أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این هفته میخوام یه عرض خیلی ساده، خیلی ساده اما خیلی مهم عرض کنم خدمت شما. مسئله مورد بحث من با این عنوان مطرح میکنم که آخرش میگید ما چیکار کنیم؟ ما هر هفته، حالا هر هفته که نمیاییم که، بعضی ها که ممکنه هر هفته بیان میمیم جای حرف های گوش میدیم و بعد هم میریم پی کار ما. آخرش چی؟ آخرش میگن میگین ما چیکار کنیم؟ خب این حرف خیلی ساده ایست، در این حال هم بسیار مهمه. ما میخوایم، مثلا میخوایم چیکار کنیم؟ هدف اصلی ما چیست؟ ما هدف اصلی ما هرچی میخواد باشه، هدفی که من دارم هرچی میخواد باشه قیمت نداره، هدفی که در خلقت شما بوده، خدای متعال از خلقت شما چه هدفی داشته، اون هدفه، نه من هدفم چیه. من میخوام فوق لیسانس بخونم، بعدم دکترا بگیرم، بعدم یه کار بهتری پیدا کنم. همون وقتی من یه کار بهتری پیدا کردم، مثلا یه خونه خوبی تونستم تهیه کنم، مثلا یه ازدواج موفق داشتم، مثلا یه ویلایی مثلا کجا هک داشتم، یه ماشین خوبی داشتم، به همه اهداف عالی که مادرها برای بچه هاشون دارن رسیدم. اینه خود ما هم همجون فکرهایی میکنیم اگر واقعا یه کار خوبی تونسته باشیم، گیر آورده باشیم، حقوق خیلی خوب داشته باشه، یا مثلا فرض کن از نوع کار آزاد درآمد خیلی خوبی داره، گویی مثل این که به همه اهداف زندگی رسیده ایم. که بعد از اینکه به اینجا هم برسه آدم احساس میکنه خالیه، خالیه، خالیه. امشب میخوابه، فردا صبح بیدار شه که چیکار کنه؟ باز بره سر کار، همون کارهای دیروزش رو تکرار کنه. فردا چی؟ اگر از کارهای از نوع کارهای اداری باشه که دوره داره بعدم تموم میشه، دیدین دیگه کسانی که بازنشسته شدن توی پارک با همسنهای خودشون میشنن چی بازی میکنن؟ شطرنج. حرفایی که ائمه در مورد شطرنج زدن خیلی سخته. حالا از اینا بگذاریم، خب ما چی میگیم؟ ما چی کار میخواییم بکنیم؟ پس هدفمون معلوم شد که ما میخوایم، یعنی باید بخوایم هدفی را که در خلقت برای ما خواستند. حالا میخوایم از این قدم اولش شروع کنیم که خب چیکار کنیم. معمولا یک کسانی که با هم
بنده مثلا باهاشون صحبت میکنم، اونا مثلا یه وقت سوالی میکنن، من میگم آجون اول یه دور رساله توضیح المسائل مرجع تو بخون. کدوم مسائلش بخون؟ مسائلی که برای شما لازمه. مثلا مسئله حج داریم، خب من حج نمیخوام برم که. شما اصلا هیچ مسئله حج رو ندون، بدون آدم بهتره، اما اون ندون طوری نیست. همه مسئله وضوع رو باید بلد باشم، نکنه بعد از 10 سال منو میشه فلان نقطه وضوعی من اشکال داشته. و اگه فلان نقطه وضوعی من اشکال داشته باشه 10 سال نمازم با تکرار کنم؟ نمیشه. 50 سال نمازم باید تکرار کنم؟ میمونه پسرم برام بخونه، خونم نماز خودشو نمیخونه. یه دور من رساله باید بخونم. رساله برای سن شما هم هست، برای سن کمتر هم رساله هست، سال کوچکتری بر سنها کمتر و مسائل مبتلا به، اصطلاحا میگن مسائل مبتلا به، مسائلی که من باهاشون برخورد دارم، مثل مسئله وضو. خب ما شب و روز 3 بار 4 بار 5 بار ممکنه مثلا لازم باشه وضو بگیرم، باید وضو بگیرم، پس من مسائل وضومو بلد باشم به دقت. ها میگم همونطور که این امتحان راهنمای رانندگی آدم میخواد بده، این جزوهاشو به دقت میخونه که بتونه به دقت جواب بده، اینجور و بیشتر. من اگه مسائل مثلا وضومو خوب خوندم، پس وضومو صحیح میگیرم. لازم هست وضوع صحیح من بگیرم؟ بابا وضوع صحیح اولین قدمه. خب یه قدم قبل از اونم این است که آدم انتخاب مرجع بکنه طبق ضوابط. یه ضوابط دارد انتخاب مرجع، طبق ضوابط مرجعش رو طبق ضوابط انتخاب کنن، نه چی دوست دارم، نه طبق ضوابط. از اون میگذاریم میرسیم به رساله. در رساله ما اول میگردیم به مسائل وضو، پس مسائل وضو رو باید به دقت بلد بشم. خب مسائل غسل لازم داره آدم، مسائل غسلش رو باید به دقت بخونه 2 بار 3 بار. یه جایش هم مثلا یه کمی مبهمه بپرسه. خب مسائل غسلش هم یاد گرفت، بعد میرسیم به مسائل نماز، چون اولین واجب ماست تقریبا دیگه به یه معنا، اولین واجب ماست نماز. خب من مسائل نماز رو هم باید یاد بگیرم. مسائل نماز چقدره؟ خب از مسائل وضو و غسل خب بیشتره. حالا میگیم حد اکثر 50 صفحه است. 50 صفحه از رساله رو، مسائل مبتلا به رو من به دقت میخوانم. نیت چه جوری باید، تکبیرات الاحرام چه جوری، قرائت چه جوری، به الاخر رکوع سجود. بعدم خب بعد از نماز ما احتیاج داریم مسائل روزه. سالی یه بار باید روزه بگیریم دیگه، مبتلا به، یعنی ما بهش احتیاج داریم. مثلا مسئله زکات طلا رو، من طلا ندارم، سکه تو خونه سکه پیدا نمیشه، اونا رو من لازم است بدونم چون اصلا به من مربوط نیست. گندم، من گندم رو جو نمی کارم، من کشاورزی ندارم که باید زکات گندم جو رو بدونم، پس اینم لازم نیست. میرسه به مسئله خمس. مسئله خمس هم انواع مسائل داره، مثلا گنج اگه آدم پیدا کرد باید خمسشو بده، اینم باز به ما مربوط نیست. فقط میشه مسائل خمس درآمد. خمس درآمد همون 10 تا 20 تا 30 تا مسئله هست، میخونم. ممکنه یک کمی کم داشته باشه، بعضی مسائلی من مثلا گرفتار باشم که توی رساله نیامده باشه، این رو آدم میپرسه از مرجعش. خب تموم شد،
این قدم اول. اون مسئله دومی که من عرض میکنم، یعنی مرحله دومی که عرض میکنم که حالا فعلا در اختیار ما همینایست که عرض میکنیم. یک کتاب دارد مرحوم آیت الله مشکینی رضوان الله علیه به نام واجبات و محرمات. واجبات و محرمات کتاب کوچیکیه، بزرگ نیست. این کتاب واجبات و محرمات آدم یه دوره بخونه ببینم چه چیزایی تویه. علاوه بر نماز و روزه، ما نماز و روزه رو میدونیم واجبه، مثلا علاوه بر این چیزی هست واجب. یه کتاب مثلا فرض کن 100 صفحه‌ای، مثلا 120 صفحه‌ای، هم چیزیست یه دوره این آدم میخونه، اونم البته باز به دقت، چون ما میخوایم یه روزی جوابشو بدیم. از شما میفرسن این، شما میتونی جواب بدی. کتاب سومی که عرض من میکنم، یعنی همش داریم مقدمه عرض میکنیم، کتاب سومی که باز برای رسیدن به اون هدفی که میگن من تو رو برو همچیزی خلق کرده بودیم، چه رفتی بازی؟ فرمایش امیرالمومنین منو برای بازی خلق نکردن. بعد می فهمم که گوسفند و حالا مثلا گوسفند می بندن یا مثلا توی آغله این همه ها علف ها فقط یه قصه داره که چی بخوره. من که اینجوری نیستم که، بر من این هدف خیلی بلندی در نظر گرفتن. ما حداقل همون حرفایی که اول عرض کردم، حد اکثر هدف ما نمیشه. اگرم همچه هدفی نداشتیم اینقدر کار سرش ما ریخته که هیچ جایی برای رسیدن به اون هدف درش وجود نداره. خب کتاب سومی که عرض کردیم لازم است ما حتما به دقت با توجه با سوال جواب، کتاب گناهان کبیره آیت الله دستقیبه. اینم بازی مسائلی دارد که به طور معمولی آدم بهش احتیاج نداره. مثلا محرمات در ایام حج. در حج مثلا شما حرام است به آینه نگاه کنی وقتی که احرام پوشیدی، حرام است به آینه نگاه. اینه که من نمیخوام، که من حج نیستم که الان. اگه یه روز خواستم برم حج، یه کتابه کوچولی مناسک حج هست اونو میخونم اون روز به دقت، اما الان من لازم ندارم. پس اون بخشاش هم نمیخونیم، بخشایی که به کار ما مربوط است و به دقت میخونیم و به طوری که بلد بشیم. ما اینجا مسئله غیبت رو عرض میکردیم، خب من یه چیزی میگفتم شما یه چیزی میشنیدی، بعد هم که میرفتی که فراموش میکردی و تازه اونم که نتونستیم تا آخر برسونیمش. یعنی بحثایی که در کتاب گناهان کبیر هست من آن را هم به دقت میخوانم برای اینکه بلد بشم، برای اینکه طبقش عمل کنم. اینجوری، یعنی یه جوری بلد بشم که بتونم طبقش عمل کنم. اگر این کار کردم این مقدمه انجام شد. حالا دیگهش میگم که آیه نماز صحیح بخون، یعنی مسئله بخون، مواظب زبانت هم باش. اگه من تونستم گناه را از زندگی خودم بیرون کنم، عامل تخریب ندارم. من روزی 30 تا غیبت میکنم. خوش برو هرچی بخوای نافله و نمیدونم نماز واجب و مستحب هرچی میخوای بخون، چون بعدم داری به سرعت برق به بادش میدی. برای که به باد نره، آنچه میکنی به باد نرود، لازم است که گناه نکنی. این یک کمی طول میکشه. یه صاحب همتی، اگر همت بلندی پیدا شد، یه روزه این به اصطلاح عقبه رو میتونه طی کنه.
یه روز یعنی وقتی مسائل حرام حلال رو دونست، از امروز صبح تصمیم میگیره که دیگه گناه نکنه و نمیکنه. از اون آدمای به این همت ماها هی باد دو قدم برداریم سمین بخوریم، دو قدم برداریم سمین، سه قدم برداریم، مثل بچه که تازه راه میفته اولین بار وای میسه بعد میفته، بعد هم مثلا یه دو قدم راه میره بعد بس میفته. اینو دنبال میکنه، مسئله پاک کردن زندگی آدم از گناه. خدا کنه یه روزی آدم این به این فکر بیفته که خرابی گذشته نداشته باشه، یا این خرابی گذشته آدم داشته باشه، اون خرابی ها یخی آدم رها نمی کنه. قبلا هم عرض کردم ممکن است تو قوانین مثلا کیفری کشوری هم قوانین معمولی که توی دنیا مثلا مرسومه، یه گناهی اگه 30 سال قبل انجام شده بعد از 30 سال اون مجرمش رو گیر آوردن، این بخشش داشته باشه، ممکنه، یعنی مرور زمان شاملش شده. اینجا مرور زمان نداریم. اگه من روز اول تکلیفم یه گناهی کردم، این برام مونده، پاکش کردی خب پاک شده، پاک نکردی میمونه. شامل مرور زمان ما چیزی نداریم اینجا، باید حلش کنیم. حالا یه دلیلی برای حل مشکل یه گناهی که انجام شده هر سنی هر وقتی بعد از تکلیف، البته این باید انجام بشه. اگه من تونستم این گناهان گذشته رو پاک کنم، مثلا اینکه اوائل تکلیفم رو خودم چون هنوز درست مسئله بلد نبودم، یه مدتی تکلیف شده بودم و نمیدونستم، الان زمان ما خیلی ساده 12 سالگی تکلیف ما داریم، شاید گاهی هم کمتر. دوستان ما که توی مدرسه ها کار میکنن یا توی مثلا جلسات صالحین، اونا خبر میارن که بلوغ های بسیار زود رس ما داریم، 3 سال 4 سال زودتر. خب این نمیدونسته مسئله شو، روزم نگرفته تا 15 سالگی، مکلف بوده 3 سال 4 سال روزه نگرفته. خب حالا کفاره به عهده داره، به عهدهش هست یا نیست، اونم یه مسئله است، قضاش که دیگه مسلمه. خب اینو من درستش کنم، با 4 سال قضای روزه بگردن من تکون نمیدونم بخورم، برای رفتن به اون راهی که مرا برای رفتن به اون راه خلق کردند. بحث از میکنم، بحث مهمه اما ساده است، من دارم برای شما قصه میگم. خب پس از اون روز که توانایی یافتم و اراده قوتی یافت که بتوانم مثلا در برابر حمله شیطان به چشم مقاومت کنم، حمله شیطان به زبان خودم مقاومت کنم، از اون روز شما رو پا خودت وایسادی، یه همتی کن برای گذشته، گذشته رو درستش کن. اگه گذشته درست شد، الان امروزت هم درست شد، شما حالا هر چی نماز میخونی برای خودت میمونه، نمازات برات میمونه. از روزی که گناه به طور کلی از زندگی من پاک شد، اعمال خوبی که انجام میدم همه برای من میمونه. یک، اگر این روش ادامه یافت، یعنی من همینطور که امروز
از گناه پرهیز کردم، فردا هم پرهیز کردم، سال بعد هم پرهیز کردم، پشت سر هم سالهایی پرهیز کردم، هرچی بیشتر بیشتر این نماز قوتش هم بیشتر میشه. مثلا مثل اینکه نماز اولی 1 تومان میارزد، مثلا حالا بعد از 10 سال هر رکعتش 10 تومان میارزد. خب کار نماز چیه؟ کار نماز این است که شما رو به آسمون ببره. اینو ما اولین بار از مرحوم آیت الله حقشناس شنیدیم. نماز بالا میره، بالا میبره، از این لفظا. تا آدم خودش نکشه نمیفهمه. بعدم اتفاق افتاد، تجربه کردی فهمیدی. مثلا این نماز بالا میره. مثالشو عرض کردم ممکن است که شما با رفیق تجاری خودت، با طرف تجاری خودت یه بحثی دارین سر مسئله خرید و فروش، اتفاق افتاده، با هم دیگه اختلاف دارین خیلی جدی با هم بحث میکنین، از مثلا طبقات مختلف تجارت خونه دارین میرین بالا. حالا فرض کن تجارت خونه شما یا اون، میشه 10 طبقه رو رفتین بالا نفهمیدین که چند تا پله رفتین بالا؟ میشه پله مادی، من قدم برداشتم، انرژی مصرف کردم، هیچی اصلا یادم نیست، توجه ندارم. اما فرض نداره، اصلا فرض نداره یه تکون شما رو زمین بخوری نفهمی، این فرض نداره. توی نمازت نماز شما رو بالا ببره و نفهمی امکان نداره. پس من اگه چیزی نمیفهمم حتما بدون که نماز بالا نمیبرم تو را. چرا بالا نمیبرم؟ خب من یه کاری کردم، یه کاری که از نوع کارهای چسب داره به زمین بوده، این کار من چسب داره به زمین بوده، من نسبت به شما حسودی کردم. حسودی چیزیست که چسب آدم رو به زمین میچسبه. مثال دروغ گفتم، دروغ منو به زمین میچسبونه، حالا بیشترم میکنه، حالا کار نده. من چسب به زمین بودم، نتونستم تو نماز برم بالا. اینو باور کنین، حس میکنه آدم، نه از اینجور حس. اگه نماز شما بخونی حتما حس خواهی کرد که به آسمان میره. بستگی دارد به همتت، تا چه اندازه همت کرده ای، کدام آسمان را هدف گرفته ای. مرحوم آیت الله به حضرت فرموده بودن که این بزرگان عالم، یعنی بزرگان مالی، سیاسی، قدرت و این حرف ها، اگر یه ذره مزه نماز رو، حالا به زبان بنده، یه ذره نماز مزه نماز رو بچشن، همه چیز میرزه دور، میاد که اونو گیر بیاره. نفهمیدن، نچشیدن، ما فقط شنیدیم. متاسفانه جرم کردم. اگر اون گناه های گذشته و گناه های امروز که اینا اسمش مانع، اینا رو من از سر رو هم برداشتم، حتما نمازت در طول حالا 1 سال 2 سال به اندازه باز همت آدم قوت میگیره، و اگر نماز قوت گرفت شما را به سوی آسمان میبره. اگر خیلی جدی آدم پیشو بگیره دیگه این آدم میشه آسمانی. خب ما از این گناهان گذشتیم، فرضمون بر اینه که من دیگه امروز گناه نمی کنم،
اون مرزی را که امروز هیچ گناهی نمی کند، شما یه چراغ دستت بگیر تو شهر بگرد. گفت دید شیخ. اگر همش کسی گیر آوردی دامنشو بگیر. حالا اما شدنیه، باور کنید من جوان میشناسم در این مرتبت و البته و بالاتر هست. تو همین زمان ماست، تو همین شهر ما، تو همین شهر ما، در میان همین جمعیت های ما، اما از همه گناه ها پرهیز میکنند. خب اگر شما توانستی از همه گناهان پرهیز کنی، عرض کردم نتیجه این است که نمازی که میخوانی، حالا نماز که میگیم یعنی همه عبادت، همه عبادتت قوت میگیره. شما یه صفحه قرآن داری میخونی، حواست توی یه صفحه هست. نه اینکه من یه صفحه قرآن میخونم ده تا فکر و خیال بیرون میاد. هرچی آدم از گناه بیشتر پرهیز کنه، حواسش تو نمازش جمع‌تره. هرچی بیشتر. مرتبه اول مراقبه که فرمایشیست که بزرگان علمای اخلاق میگن مراقبه داشته باشید، یعنی همین که من مواظبت کنم در رفتار اعمالم گناه نباشه. ثمرش چی بود؟ ثمرش چی که نماز من یواش یواش قوت میگیره. قوت نماز من، خب یه وقت شما در حد اقل واجب انجام میدی، کارهای خوب رو در حد اقل واجب. خب اینها نیروهای جلو برنده شماست، بالا برنده شماست، اما شما کم از این نیروها داری استفاده میکنی. مثلا فرض کنید که 5 لیتر بنزین توی ماشین خودت ریختی، 5 لیتر بنزین فقط شما رو از خونتون به محل کارت میرسونه، اونم ممکنه نرسونه. وقتی من به حد اقل اکتفا میکنم، وقتی من به حد اقل اکتفا میکنم، حد اقل واجب یعنی 4 رکعت نماز ظهر، 4 رکعت نماز عصر، 2 رکعت صبح، اینجوری به همین مقدار دیگه یه ذره کم و زیاد نمیکنم. قرآن خوندنم که مستحبه، خب قرآن نمیخونم. زیارت امام زمان چی؟ خونم یه مستحبه، لزوم نداره. مثلا همین سال این حرفا. تعقیبات نمازا چی؟ چند جلسه پیش بود من دیدم بین نماز مغرب و عشا مفصل رفقا دارن صحبت میکنن. بابا 10 دقیقه مثلا یه رو بین نماز مغرب و عشا فاصله است. این دوره که نماز بخون، یه تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها بگو، نه بلافاصله تا نماز تموم شد بلافاصله روحا به سوی هم میشه و مشغول میشیم به صحبت کردن، صحبتی که هیچ وقت پایان نداره. اگر بر اون کارهای خوب، حالا کارهای خوب هر کسی، یک کسی ممکن است کار خوبش را انداختن کار مردمه. یه دوستی داریم، یه مرکز خیریه دارن، یه مرکز خیریهشون فقط به مرزا میرسن، به مریضا، این مریض رو میفرستن اون بیمارستان، اون مریض رو میفرستن اونجا برای عمل، اون مریض رو میفرستن مثلا براش داروش رو میگیره، تمام روزش به اینه. حالا هم داد میشنوه، هم فوش میدن و همچنان این حرف ها هست دیگه. خب این کار خیلی خوبیه، من تمام روزم که مواظب بودم چشمم به نامحرم نیفته، با همم با اون رفقای همکارمونم که غیبت کسی رو نکردیم، دید خرابی ندارم، دارم یه کار مفید میکنم. این کار مفید هرچی قوی تر بشود، هرچی بیشتر بشود و هرچی قوی تر بشود. قوی تر شدنش به چیه؟ به اون مواظبت هست. هرچون مواظبت بیشتره کار من قوی تره. یه نماز من مثال عرض کردم مثلا 1 تومن میارزه، 100 تومن میارزه. حالا هرچی من بیشتر مواظبت میکنم، خب
و هرچی تونستم بیشترش کنم. مثلا حالا برای جوانان عرض نمی کنم، برای کلی مسئله عرض می کنم. خب من ظهر رفتم مسجد، از وقتی که اذان شروع میشه تا وقتی که امام جماعت برخیزه برای نماز ظهر یه چند دقیقه طول میکشه. خب این چند دقیقه رو استفاده کنه. این البته برای نوجوانان نمیگم، برای یه کمی اونا که سنشون بیشتره عرض میکنم. یه دو رکعت نافله بخون، شد چهار رکعت بخون. این داری ببینید مقدارش بیشتر میشه، قوتش هم عرض کردم به اون مواظبته وابسته است. خب اینا این مهمه، اینی که میخوام عرض کنم مهمه. دل من کی از تکبر پاک میشه؟ یه عاملی میخواد، یه وسیله‌ای میخواد. من دستم به دلم که نمیرسه که بازش کنم، از توش مثلا تکبر بکشم بیرون، حسادت بکشم بیرون. یه چیزی میخواد، یه عاملی میخواد. عاملش همین نمازه است که شما کوشیده این نماز تو بهتر بخونی. اگر تو این موفق شدیم، حالا میرسیم به یک مسئله تازه. حالا این رو عرض کنم، این از اون روزی که شما گناه رو ترک کردی شما مؤمن محسوب میشوی. از اون روزی که گناه به طور کلی از زندگی شما رفت بیرون شما مؤمن محسوب میشی. وقت اگه مؤمن شدی چی حساب میشه؟ چی میشه؟ قرآن میگه الله ولی الذین آمنوا، الله ولی الذین آمنوا. خدا ولی کسانی است که ایمان آوردن. ایمان کی مسلمه؟ یعنی امضام داره وقتی من تونستم همه گناهانو کنار بذارم. حتی یه وقت پیش میاد جبران میکنم، بعد به جایی میرسه که من هیچ گناه نمیکنم. اینجا ایمان شما امضا پیدا میکنه. وقتی ایمان شما امضا پیدا کرد، خدای متعال در مورد شما مدیریت تربیت شما را به عهده میگیرد. الله ولی و ولی مؤمن است، یعنی اداره تربیت او را او خدا به دست گرفته است. وقت اگر اداره تربیت شما را به دست گرفته باشد، فقط هم دقت کنید، فقط هم با این فرض آدم به جایی میرسه. 2000 تا نقشه برای تربیت خودت شما اگه بریزی به جایی نمیرسه. اگر خدا دلسوزی شما را به عهده بگیرد، دلسوز شما بشود. ببینید آیه میگه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. حسادت یک ظلمته، تکبر یک ظلمته، بخت یک ظلمته. شما باید این ظلمت رو بری بیرون. کی میتونه بره بیرون؟ من نمیتونم برم بیرون، خدا باید منو ببره بیرون. چیکار کنم؟ میگن شروع کن از همون ترک گناه. اگه من ترک گناه رو به طور جدی انجام دادم، او ولایتشو به طور جدی در مورد تو اعمال میکنه. به اندازه که زحمت میکشی در مورد شما اعمال ولایت میشه. اعمال ولایت میشه یعنی چی؟ یعنی میکوشن برای تربیت شما، میکوشن برای رشد شما. آقا واقعا آدم رشد میکنه، واقعا رشد میکنه. مثل و کلمت طیبته که شجرت طیبته، سخن پاکیزه مثالش مثال یک درخت خوبه. این ریشش در عمق زمینه، در نهایت استحکامه، شاخهاش به آسمانه. این شاخها به کدوم آسمون رسیده؟ به اندازه همت. به نظرم گفته بودن که چهار نفس علمای بزرگ رو، آقای استاد جمال گلپایگانی، آقای شما محمد حسین قروی و دو نفر دیگر رو، گفته بودن این رو تو آسمان هفتم ما دیدیم. آره خواب دیدیم یا مثلا چی؟
آسمان هفتم بالاتر هم داریم؟ داریم. آقا آسمان هفتم خیلی ها. باور کنید 4 قدم از این زمین شما بری بیرون هوا فرق میکنه. هوایی که اینجا ما استنشاق میکنیم در حال معنا، هوایی که اینجا استنشاق میکنیم پر از آلودگیه. نمیذاره شما از یه صفحه قرآن که میخونی یه حسی بری که نتونی ولش کنی، که نتونی ول کنی. من یه صفحه قرآن طبق مثلا وظیفم باید بخونم، یه صفحه قرآن میخونم بعد تموشید میبندم، هیچ فرقی نکرد. حالا فرق میکنه، یه ذره آدم از این گلزار زمین یا خدای نکرده لجنزار زمین اگه آدم نجات پیدا کنه پاش از توی این لجن بیاد بیرون. ما را برای لجنزار خلق نکردن، بر موندن تو لجنزار ما را خلق نکردن. شما را خلق کردن برای یک جایی که اونجا را که ببینی بهشت یادت میره، اصلا یادت میره بهشت. خب عرض کردم اگر نماز آدم، اعمال عبادی آدم قوت گرفت در اثر ترک معصیت جدی، ترک جدی معصیت، نماز و اعمال خیر آدم قوت گرفت، اونا شروع میکنن به شستشوی آدم. آیه چی گفت؟ فرمود که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم، او خدای متعال بیرون میبرد آدم رو از ظلمت ها، که ظلمت ها عبارت عرض کردم که تکبر و نمیدونم اینا، بخل و حسادت و خدا پیش نیاره. اگه اینا کلن از دل پاک شد، اون اعمال ولایتی که از هنگامی که شما ترک گناه کردی خدای متعال تربیت شما رو خودش به عهده گرفت، اون مثلا در روز 2 جا 3 جا دخالت میکنه در کار شما وقتی ترک گناه کردی. وقتی این صفتهای بعدم از دلت پاک شد، همه چیز شما تحت تربیت او، همه چیزا. آجای حق شناس اینا حرفه، میفرمود که من داشتم مباحثه میکردم اذانو میگفتن، تا اذان میگفتن دیگه نمیفهمیدم درسو. و الان داریم مباحثه میکنیم، داریم میفهمیم، میفهمی میگیم و میشنویم میفهمی درس، دیگه نمیفهمم از اون که میگن، دیگه نمیفهمم. مربی میگه بلند شو برو نماز، تربیت رو اگر او به دست بگیرد شما تربیت میشی حتما. بازم بستگی دارد به همتی که در کنار فرمانبری که از مربی میکنی. یه داستانی باز حاجی آقای حق شناس ذکرش هم مبارکه، عرضم به حضورتون. ایشون فرمودن که من مثلا فکر کنم 18-19 سالشون بوده. حالا کی این حرف رو توی ذهن شما به شما فهمونده؟ نمیفهمم. گفتن مسجد جمعه تهران، از جمعه تهران من یادمه چیز داشت، یه سقاخونه داشت. من اون چه تازه هم رفت آمد کردم، انقدر حواسم پرد تو یادم نیست دیگه سقاخونه هست یا نیست. کنار سقاخونه وایسادم با امام زمان صحبت کردم رو به قبله، گفتم آقا من گریبان شما رو جلو جدت روز قیامت میگیرم. همین. نگفتن چیا؟ با یعنی چی؟ فقط همین فهم. ایشون یه حرفی زده، یه چیز خواسته، چیز گفته، یه شرطی کرده، نمیدونیم چی. و با امام زمان علیه السلام و ایشون گفته که من
گذشت. این گذشت میگم گذشت مثلا شد 10 سال مثلا. یه آقای استاد ابو قاسم نجار داشتیم از اخیار و همراه رود، خیلی آدم خوبی بود، خیلی خوب بود. گفتش یه وقت من رفتم خدمت مرحوم آقای حاج میرزا عبدالعلی تهرانی، پدر آقای حاج آقا مجتبای تهرانی، چونم جان سلامان اخلاق بود، من خدمتش رسیدم یک کمی. بعد من وارد شدم، آقای حق شناس داشتن از محضر ایشون میرفتن بیرون. من وقتی خدمتشون رسیدم، این جوون رو میشناختی؟ نه نمیشناختم. این هر شب تو خواب بهش میگن فردا چی کار کن. میشه میان با آقا محمد فردا ملاقات میکنی، ایشون این حرف رو میزنه، شما این چور جوابشو بدی. مثلا فردا تو یه تصادف میکنی. هیچ قرم نباید بزنی. تمام یعنی تمام زندگی فردا تو شبت بهت میگن. تو میدونی باید چی کار رو دقیق چجوری عمل کنی. وقتی معلمت گفته دقیق اینجوری عمل کن، شما دیگه اشتباه نمی کنی. خب اون یه مردونگی هم میخواد که هرچی گفتن بهت باید بکنی بکنی. ما میدیدیم ایشون وای میسه پای اون چیزایی که باید، تو حد جونش. معلم گفته اینجوری. اون وقتی قدم رسید به اینکه معلم همه جا رو بهش گفت و اینم طبق اون دستور عمل کرد، این به آنجایی که بایست میرسه. اونجا که بایست برسه میرسه یعنی چی؟ این اون هدفی که در خلقتشه رسیده، ما اونجا رسیده هدف در خلقت. حالا من عرض میکنم، حالا این یک کمی هم ارزون تر حساب میکنیم که میرسه به اینکه خدا ازش راضی بشه. این آرزوی ماها باشه که نداره که آرزو بین آرزو به جوانان ابنیست، همه آرزو داشته باشه ما برسیم به جایی که زیارت حضرت عبدالعظیم خوندین، زیارت حضرت معصومه رو خوندین، اللهم و رضا که و دار الاخره، من رضای تو را میخواهم و خانه آخرت، آبادی خانه آخرت را. این حال میگیم این به اینجا آدم میتونه برسه. اگه خدا هستم راضی بشه چی میشه؟ این راه رو همش اون چه عرض کردم شدنی بود، یه ذره همت میخواست که آدم از گناه بگذره. اگه من تونستم گناه بگذرم، قدم های بعدش بینید گفتم شما گناه نکن، خب نمازت قوت میگیره. اگه نمازت قوت گرفت، حسادت رو دلت پاک میکنه، پاک میکنه. اگه از دلت حسادت پاک شد، حالا خدای متعال خودش تربیت تو را به عهده میگیرد. اگر او تربیت تو را به عهده گرفت، به آنجا که بایست میرساند. فهمیدی؟ سوالمون چی بود سال اول؟ چی باید کنیم آقا؟ آخر چی؟ که چی؟ یه وقتی یه آقایی وفات کرده بود، اون وقتا هنوز در ابن بابویه دفن میکردن، تک توکی دفن میکرد. ما رفته بودیم اینجا، محل شستشو هم همونجا بود،
یه سنگی داره دیگه، یه سنگی است که اون مرده رو اونجا میذارن و بعدم مثلا آبش میکشن و غسل میدن اونا. من هی نگاه میکنم میگم تو این سنگ دو تا چوبه، مثلا پایه های یه نردبون. اینجا خب چه مناسبت پایه های نردبون توی سنگ، سنگ غسال خونه است. هی نگاه میکردم جلو نرفتم، هی نگاه میکردم همین بود، هی نگاه میکردم. بعد معلوم شد، بعد فهمیدیم که این آقای سرهنگی بوده از دنیا رفته، اینم پاهاشه. یه روز دادم میشه چوب نردبون میزنم تو سرش، میگه من چرا خودم رو حرام کردم؟ من میتونستم، همه میتونستن، همه میتونستن. اگر استعدادش کمتر باشه از حد معمول، بنابراین نتواند این راه رو بره، اونها رو تقصیر نداره خدای متعال اون رو. حالا مثلا البته به خاطر تقصیره، مثلا بابا و ننهش، نمیدونم بابا بزرگش، اونها یه تقصیراتی کردن، این بچه اینجوری شده، مسئولان اینا کار نداره. حالا با این بند خودم چی کار میکنه؟ خدای متعال به اینا همراهی میکنن، میبخشن و این حرف رو میگذره. یعنی آدم هایی که حتی هوش معمولی هست میتونه، اگر به حد هوش معمولی باشه میتونه این راه رو بره. دروغ نگفتن؟ حالا میفهمیم یعنی چی؟ این آقا یه کاری کن همیشگی باشه. غیبت نکردن همیشگی باشه، دائما نمازتم صحیح بخون. این حرفیست که احتمالا صد بار من شاید اینجا عرض کردم. نمازتم صحیح بخون، اول وقت بخون. اگه دروغ نگفته بودی، اگر غیبت نکرده بودی، این نمازت برات میمونه، نمازت به باد نمیره. خب بعدم یواش یواش در طول زمان قوت میگیره، میتونه کاری که به عهدشه، به عهده نماز، پاک کردن نمازگزار است. روایت سلام فرماشی مثلا شاد پیامبره که نماز شما مثل یک نهر آبی است که جلوی در خونتون عبور میکنه. روزی 5 بار شما توی این نهر آب میرید، بیرون میایید، ذره دیگه مثلا چرک و کثافت در بدن میمونه؟ نه نمیمونه، خود حضرت نمیمونه. اگه گناه بکنی نمازم بخونی، میسی که اون نهرت خالیه، آب نداره، هیچی نمیشه. اگه خیلی جدی گناه رو ترک کنی، تو نهر آب هست، شستشو میکنه. نماز آدم رو شستشو میکنه. ایام عیدهای بسیار بزرگیست. ما روزه رو واگذار میکنیم به آقای عبدی، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک. این نمونه هاشو ما تو کربلا داریم. حضرت قاسم 13 سالشه، بابا 13 سالشه، یعنی بچه هست. گفتن لم یبلغ الحلم، یعنی هنوز به تکلیف نرسیده است. بچه که هنوز تکلیف نشده میگه مرگ بفرمایید در راه تو، مرگ در راه تو. زیارت عاشورا رو قاعدتا بلدین. میگن اینا همه اصحاب اومدن جلوی پای تو، سر خودشون جلوی پای تو بریدن. بزلو محجه ها دونه روزه خونشون رو بزل کردن. بزل کردن یعنی چی؟ یعنی دادن مزد نخواستن، دادن مزد نخواستن. یکیشم همین بچه 13 ساله است، اون بچه 10 ساله است. بزلو محجه ها دونالحسین
آدم تو 13 سالگی میتونه؟ میتونه. البته اونها یک فضیلت داشتن، دیگه گناه قبلی نداشتن. تا پر میدادی پر میزد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.